تو اپیزود پنجم دیدیم که هنری بعد کشتن برادرش به زندگی خودش هم پایان داد و حالا تو اپیزود ششم فیلم میره به 3 ماه بعد و توی منطقه سرد برفی که حتی چوز تازه دم رو بلافاصله دچار یخزدگی میکنه، ما یه مرد رو میبینیم که بعد شکار یه خرگوش برمیگرده به کلبش. اما اینجا ما میفهمیم که جول قبلا وارد خونه اون مرد شده و زنش رو گروگان گرفته. جول با اونا بدرفتاری نمیکنه و فقط از مرده میخواد که یه مسیر رو بهش نشون بده، چون میگه من دنبال برادرمم و تقریبا نمیدونم کجام. یکم بعد اون مرد لوکیشن خودشونو به جول نشون میده و بعدش میگه شما باید به سمت غرب برین، اما بهشون پیشنهاد میده که به هیچ عنوان از رودخونه‌ای که سر راهشونه عبور نکنن، چون مطمئنن اون طرفش مرگ منتظرشونه. خلاصه الی و جول از اون خونه میزنن بیرون و بعدش میبینیم جول یه جورایی حالش به هم میخوره، اما خیلی زود بهتر میشه و همراه الی به راهش ادامه میده. اونا بعد دیدن اون رودخونه شب و همون اطراف میمونن و بعدش الی به جول میگه اون شب من میدونستم که کلیکرها سم رو گاز گرفتن و به خاطر همین خونم رو به زخمش مالیدم تا شاید درمان بشه، اما نشد. در کل اونا امیدوارن که متخصصای گروه کرم شبتاب بتونن از خونش برای این مرض کوفتی یه واکسن بسازن. اونا اون شب رو نوبتی تا صبح نگهبانی میدن و صبح روز بعد اطراف اون رودخونه چیز مشکوکی رو نمیبینن و بعدش از طریق یه پل میرن اون طرف رودخونه تا اینکه به یه سد میرسن که به نظر میرسه هنوز فعاله و داره برق تولید میکنه. یکم بعد اونا حدس میزنن که احتمالاً منظور پیرمرده همین رودخونه‌ای بوده که به سد منتهی میشه، که یه دفعه یه گروه اسب سوار اونا رو دوره میکنن و از جول و الی میخوان که سر جاشون بمونن تا سگشون تشخیص بده که مبتلا هستن یا نه. اون میگه اگه سگه بفهمه که مبتلا هستین فوراً تیکه پارتون میکنه و میبینیم بعد اینکه جول رو بررسی میکنه میفرستنش سراغ الی. تو همین لحظه جول از استرس زیادی که برای حفظ جون الی داره حسابی زرد میکنه، اما با تعجب میبینه که سگه بیماری الی رو تشخیص نمیده. یکم بعد جول به اونا میگه من دنبال برادرم تامی هستم و بعدش یه زن سیاه پوست که میفهمه اون اسمش جوله میبردش تو شهر کوچیک خودشون تا برادرش تامی رو ببینه. چند ساعت بعد الی و جول میفهمن که تامی با همون زن سیاه پوست که اسمش ماریاس ازدواج کرده و جول بعد فهمیدن این موضوع پیاز پشماش دچار توقف رشد میشن. خلاصه تامی و ماریا شهرشون رو بهشون نشون میدن و میگن ما از 7 سال پیش اینجا مستقر شدیم، و زمانی که جول از ماریا میپرسه که چطوری اینجا رو امن نگه داشتین، اون میگه ما هیچ سیگنال رادیویی رو ارسال نمیکنیم و کسی هم جامون رو پیدا نمیکنه. و جول از این حرف ماریا دلیل نفرستادن پیام رادیویی توسط برادرش تامی رو میفهمه. اونا تو اون شهر برق دارن چون نزدیک یه سد هستن و در کل تونستن یه شهر ساده اما تقریبا با همه امکانات رو برای خودشون بسازن. یکم بعد ماریا میگه من الی رو میبرم که بتونه یه دوش بگیره و شما هم میتونین برین و با هم یکم اختلاط کنین. جول و تامی با هم نوشیدنی میخورن و اینجا جول از تامی میفهمه که پایگاه گروه کرم شبتاب تو کلرادوه و با اسب حدوداً 1 هفته تا اونجا راهه. یکم بعد جول میرینه به هیکل تامی و میگه زن ذلیل، من برادرت بودم و تو به خاطر زنت حاضر شدی ارتباطتو با من قطع کنی. اما تامی مثل جول فکر نمیکنه، چون میگه من دارم پدر میشم پس باید از خانواده‌ام مراقبت کنم، پس منو با خودت مقایسه نکن. جول از شنیدن این حرف برادرش ناراحت میشه و میگه من یه اسب و یکم آذوقه میخوام و صبح زود از اینجا میرم. جول وقتی از اونجا میره بیرون دوباره حالش بد میشه و بعدش از پشت چشمش به یه دختر میفته که موهای شبیه دخترش سارا داره، اما وقتی میفهمه که اون دخترش سارا نیست بد جوری دلش میشکنه. از اون طرف الی بعد این که از حموم میاد بیرون یه سر میره تو خونه ماریا و تامی و اونجا چشمش به 2 تا اسم یادبود میفته که یکیشون سارا دختر جوله و اون یکی هم یه
یه بچه 3 ساله به نام کوینه. تو همین لحظه ماریا میاد و بهش یه کاپشن میده و زمانی که موهاشو نوکگیری میکنه الی بهش میگه به خاطر مردن بچه هات متاسفم، اما ماریا میگه کوین بچه من بود اما سارا دختر جول بوده. الی بعد فهمیدن این موضوع دلیل بعضی از رفتارهای جول با خودشو میفهمه و بعدش ماریا میبردش به یه سینما تا مشغول دیدن فیلم بشه. همزمان تامی به جول یه جفت پوتین میده و ازش به خاطر حرفاش عذرخواهی میکنه و بعدش جول بهش میگه بدن الی در مقابل بیماری مقاومه و ماهاست که این موضوع برام ثابت شده. تو همین لحظه که جول داره داستان آشناییش با الی و کشته شدن تس رو برای برادرش تعریف میکنه، میبینیم که الی اومده تو محوطه و بعدش جول به برادرش میگه من پیر شدم و ضعیف‌تر از اونیم که بتونم الی رو به مقصد برسونم و به خاطر همین اون از تامی میخواد که به جاش این کار رو انجام بده، چون میدونه اگه خودش این کار رو بکنه قطعا الی رو به کشتن میده و اگه این اتفاق بیفته به هیچ عنوان نمیتونه خودش رو جمع کنه. خلاصه تامی قبول میکنه که فردا صبح الی رو با خودش ببره و بعدش آدرس خونه موقتی جول رو بهش میده و اون بعد برگشتن داخل خونه میفهمه که الی همه حرفاشو با تامی شنیده. یکم بعد الی اسم سارا رو میاره، اما جول ازش میخواد که دیگه ادامه نده، چون میگه قطعا تو نمیتونی احساس از دست دادن رو درک کنی و به خاطر همین الی هم میگه من همه کسایی که دوست داشتم یا مردن یا ولم کردن به جز توی لاشی و حالا تو هم داری ولم میکنی. خلاصه بعد از کلی جر و بحث جول میگه فردا صبح تامی میاد دنباله و میبینیم بعد اینکه برمیگرده تو اتاقش دائما به دخترش سارا فکر میکنه. صبح روز بعد تامی میاد دنبال الی و با خودش میبردش به استبل اسبا تا بتونن راه بیفتن، اما اونجا میبینن که جول اسبو آماده کرده تا دوباره خودش همراه الی بره. جول بعد از خداحافظی از تامی راه میفته و یکم بعد به الی آموزش استفاده از تفنگشو میده و اینجا الی میفهمه که جول تیرانداز قهاریه. اونا کیلومترها حرکت میکنن تا اینکه بعد 5 روز به شهر کلرادو میرسن و میبینن اونجا حسابی تبدیل به شهر ارواح شده و میبینیم بالاخره موفق میشن پایگاه تحقیقاتی گروه کرم شبتاب رو پیدا کنن، اما میبینن به جز یه عده میمون هیچ آدمی اونجا نیست، چون احتمالاً طبق آخرین چیدمان نقشه‌شون اونا قبلاً پایگاهشون رو به یه جای دیگه منتقل کردن. تو همین لحظه جول متوجه 4 تا آدم ولگرد میشه و به خاطر همین جفتشون از ساختمون میان بیرون که با اسبشون فرار کنن، اما یه دفعه یکیشون به جول حمله میکنه اما میرینه و جول گردنشو میشکنه. بعد از این اتفاق جول میفهمه که طرف یکم پیش یه چاقو رو فرو کرده تو شکمش و تو همین لحظه بقیه اون آدما هم بهشون حمله میکنن، اما اونا موفق میشن که از دستشون فرار کنن. آخر اپیزود 6 هم میبینیم که جول بیهوش میشه و از رو اسب میفته پایین و میبینیم الی هم شدیداً براش نگرانه. برای دانلود این سریال میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.